وای خدای من، وای عزیز دلم، خیلی بهت تبریک میگم، این خبر خیلی خبر خوشیه. پسرم، من همیشه برای تو دعا میکنم، همیشه همینطوری موفق باشی، خوشحال باشی، سلامت باشی. انشالله مامان، اینا همش به خاطر دعای شماست. راستش احسان، منم برای تو دعا میکنم. آره آره پسرم، فری همیشه برای تو دعا میکنه و همیشه برای تو نگرانه. سلام به همگی. علیک سلام پسرم، تو چطوری؟ عزیزم بیا اینجا. پسرم بیا به داداش تبریک بگو، خانداداش ترفی گرفته. تبریک میگم. ممنون داداش. خب غذای امشبو مهمون منید، امشب همه رو برای شام میبرم بیرون. نه داداش ممنون، من امروز خیلی خستم، شما خودتون برید، بازم به تبریک میگم. مرسی، اما انگار رومینا خیلی اذیتت کرده ها. اشکال نداره، دفعه بعد میریم. اما داداشت که امروز با رومینا نبود. من چند دقیقه پیش با رومینا حرف زدم، رومینا گفت سمیر قول داده بود امروز باهاش بره بیرون، اما بیرون نرفتن. آخه تو چرا با رومینا همچین رفتاری میکنی سمیر؟ به غیر از همه اعضای این خانواده، من اصلا نیازی ندارم به شما چیزی رو توضیح بدم. ولی به من توضیح میدی، من مادرت هستم مگه نه؟ همین الان به من توضیح بده، اگه تو با رومینا نبودی پس کجا بودی؟ رفته بودم خونه گیتی تا ببینمش. چی؟ خونه گیتی رفتی؟ من یه تصمیمی گرفتم، بعد از شنیدنش دیگه براتون سوال پیش نمیاد. من با رومینا ازدواج نمی کنم، لطفاً اینو بهشون بگی. چی داری میگی تو؟ مامان لطفاً سعی کن شرایط منو درک کنی، من رومینا رو اندازه گیتی دوست ندارم. که اینطور؟ پس اون مادر و دختر اینو بهت یاد دادن درسته؟ لطفاً شما اصلاً حق نداری در مورد اونو اینطوری حرف بزنید. چرا حق ندارم حرف بزنم؟ سالها من اون مادر و دختر رو توی خونم تحمل کردم. کافیه، این بازی رو تمومش کنی. من همه این واقعیت رو میدونم. تو چه واقعیتی رو میدونی؟ مگه چند بار اون گیتی رو دیدی؟ محض اطلاعاتون، من از گیتی نه، از شما حرف میزنم. من میدونم که شما یه زن بی نهایت حسود و بددل هستید. شما نمیخواستید و نمیتونستید تحمل کنید که گیتی عروس این خانواده بشه، واسه همین یه نقشه شوم برای ما دوتا کشیدید. میخواستی به من ثابت کنی که واقعا گیتی یه دختر خرابه، اون دختر لیاقت منو نداره. آره خب مگه من چه حرف اشتباهی زدم؟ اون گیتی که کارش همین بود، حالا تو به خاطر اون گیتی به من تهمت میزنی؟ به من میگی آدم بد؟ من فقط اینو میخواستم که اون دختره خراب از تو دور نگه دارم. خب این کار کجاش اشتباهی سمیر؟ شما بگید مادر، شما بگید، احسان تو بگو، بگو دیگه. کافیه، دیگه نمیخوام راجع به گیتی حتی یک کلمه بشنوم. گیتی عشق من هست و همیشه هم میمونه. اما شاید اینو فراموش کردی که اون الان زن یکی دیگه است. گیتی زن یکی دیگه بود، اون داره ازش طلاق میگیره، این بار دیگه نمیتونم از دستش بدم. این اتفاقا به خاطر تو افتادی. منظورت چیه؟ منظورم چی؟ جلوی همه منو بیارزش نشون میدی، هر کی هرچی دلش میخواد به هم میگه و میره. اون حتما براش یه سوء تفاهمی پیش اومده. سوء تفاهم؟ واسه یه سوء تفاهم کوچیک اون همه حرف درشت بارم میکنه؟ من چی میخواستم؟ من چی میخواستم؟ صلاح اون و خانوادت رو میخواستم، دیگه هیچی نمیخواستم. آره میدونم که نیت تو خوب بوده، اما سمیر اون لحظه عصبانی بود. باشه حسن، آدم موقعی عصبانیت عقلش درست کار نمیکنه. قبول میکنم، قبول میکنم که اون لحظه عصبانی بود، اما کاری که بعد از اون میخواد بکنه خیلی خطرناکه. یه رابطه رو نه، بلکه خیلی روابط تو با این کارش خراب میکنه. من و مامان با سمیر حرف میزنیم،
اون باید کوتاه بیاد، اما لطفاً تو هم با گیتی صحبت کن. اون برادرزادت به حرفت گوش میده. اون اگه میخواست به حرف ما گوش بده که وضعمون این نبود. در ضمن الان خونه جهان راست و یادته که من بهت گفته بودم که همسر رئیست زن خوبی نیست، اما تو به حرف من گوش ندادی. من هیچی نمیدونم، تو باید از این کار منصرفش کنی. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے دی.